رو به حضورت بلند میکنم، شکرت میکنم برای خواهرم نسرین، مردم آلبرت که وفادارانه در این کلیسا تو رو خدمت میکنن و خداوند روی تو رو آشکار میکنن به عزیزانی که تشنه تو هستن. پس دعا میکنم فیض تو، قوت تو، حفاظت تو به برادرم کشیش آلبرت باشه به نام قدوس عیسی مسیح، آمین. هللویا. خب بازم ممنون از دعوت شما، خوشحال هستم که امروز این افتخار داریم. وقتی که کشیش آلبرت به من زنگ زدن، من یه جای دیگه باید میبودم امروز، ولی اون برنامه رو خیلی دوست داشتم با شما باشم، پس اون برنامه رو محول کردم به یه هفته دیگه. و فکر میکردیم کنفرانس که در جنوب آلبان بود تا عصر طول کشید، وقتی اومدیم فکر کنم 6-7 ساعت بیشتر تو راه بودیم، ولی باید کسایی میرسونیم. خلاصه ساعت 4 صبح خوابیدیم، بعد باید کلیسای برگدورف صبح صحبت میکنم، پس دوباره 7 صبح بلند شدیم بریم اونجا و بعد از اونجا اومدیم خدمت شما. اگر یکم ضعف و خستگی باشه ببخشید از پیش، ولی من میدونم کلام خدا قوت و قدرتش امروز برای ما هست که امروز ما رو تبدیل کنه، آمین. افتخار دارم برادر عزیزم خادم کلیسای برگدورف برادرم رافائل با ما هستن امروز، خیلی خوش اومدین رافائل جان. همینطور برادر عزیزم فخرالدین از تاجیکستان با ما هستن، برای ما امروز سرودهای تاجیکی خواهند خوند، ما رو برکت خواهند داد. پس بعد از موعظه سرودهای تاجیکی خواهیم شنید و خدا رو شکر که خداوند در همه جا با قوت کار میکنه. خب آماده بشیم یک لحظه دلهامونو مهیا کنیم تا ببینیم امروز خداوند چه پیامی برای ما داره، با چه انتظاری که اومدیم، ولی خدا امروز میخواد دلهای ما رو لمس کنه. پدر در نام عیسی مسیح کلامت رو برکت بده و دعا میکنم خداوند بگذار که این کلام مایه تغییر، تبدیل و خداوند حیات تازه در وجود ما بشه. به نام قدوس عیسی مسیح دعا میکنیم، آمین. یکی از ایماندارایی که در غرب امریکا هستن، در جایی که خدا رو شکر آب زنده است. خیلی ممنون. در امریکا معمولا میگن ایست کوست وست کوست، یعنی امریکا رو که مثل یه مستطیل هست، به غرب امریکا که از طرف غرب به اقیانوس آرام میخوره، از طرف شرق به اقیانوس اطلس میخوره. این وریا که غربی ها هستن کالیفرنیا و هوای خوب اون وره، این وریا هم که شرقی ها نیویورک اون ور هوا سرتره. این ور امریکا یه سری رستوران ها داره که مخصوص خودشن، اون ور یه سری. یکی از غرب امریکا از میاد میره اون ور و یک شنبه بوده اون زمانها، هنوز اینترنت و اینا نبوده، بعد میگه امروز شنبه است برم کلیسا و اون موقع یلو پیج این دفتر تلفن رو باز میکنه، میگرده دنبال چرچ که توی اون منطقه‌ای که هتلش بوده بره و چرچ رو پیدا میکنه، تلفن زنگ میزنه به اونجا، میگه سلام، میگن بفرمایید، میگه من میخواستم ببینم جلسه شما که شروع میشه، من تو منطقه شما هستم میخواستم بیام. میگه که جلسه شما چه چیزی میخوای سفارش بدی؟ میگه نه من چیزی از کلیسا سفارش میخوام بدم، فقط میخوام بیام جلسه شرکت کنم. از ساعت چند شما؟ میگه ما از صبح بازیم ولی تا شب. بعد میگه یعنی چجوریه برنامه‌تون؟ میگه از صبح تا شب هستیم. میگه شما چی میخوای؟ میگه من چی میخوام؟ من میخوام بیام جلسه. میگه چند تا رون میخوای؟ بعد میگه رون؟ میگه سینه میخوای یا رون؟ بعد میگه چی میگی؟ بعد میگه اینجا چرچه دیگه، مرغ میفروشیم ما اینجا. بعد در امریکا یک رستوران معروفی هست مثل کنتاکی فرای چیکن، همین KFC، اسمش چرچه، کلیساس اسمش. این نمیدونست، رفته اونجا زنگ زده و گفته من مرغ نمیخوام، من زنگ زدم بیام کلیسا. میگه نه اینجا مرغ فروشیه. جریانش این بوده که قبلنا یک کلیسایی بوده که اونجا جلسه که تموم میشده بعد از جلسه اینا مرغ میخوردن با همدیگه، مرغ خیلی خوشمزهی درست میکردن. یواش یواش کلیسا بسته میشه، مرغ فروشیه میمونه و اون طرف دیگه اسمشو عوض نمیکنه. همه میگن مثلا مرغ، میگه مال چرچ، مال کلیسا دیگه. همه اون مرغ فروشی اسمش الان هم هست، الان تو امریکا هست، شما که برین اسمش کلیساست، چرچ. بعضی موقع ما
نمیدونیم کلیسا کجاست، مرغ فروشیه یا از کلیسا ما چه برداشتی داریم. در امریکا حزب جمهوری خواه همه میگن اینا مسیحیان، دموکرات ها میگن اینا مخالف مسیحیت هستن. بعضی موقع فکر میکنیم کلیسا یه جاییه که ما عقاید سیاسیمونه میگیم. پس من گفتم یه 10-12 تا چیز نوشتم که کلیسا چه چیزی نیست، که بعد حالا بریم ببینیم کلیسا چی هست. کلیسا یک فرقه و حزب مذهبی نیست که بگیم آقا اینجا یه چیز مذهبیه. کلیسا عضویت در یه کلوبی نیست که همه بیان با هم یه عده جمع بشن، تنها نباشن، بگن بیایم بریم کلیسا. کلیسا جایی نیست که پیرمرد پیرزنا با هم میان و بتونن جمع بشن. ما در یک کلیسای ما در 27 کلیسا خدمت میکنیم، یکیشون هست یه جایی که میریم فقط 5-6 تا دیگه بیشتر نموندن. از این چند سال میریم، اول 10-12 تا آلمانی بودن، ولی تو این چند سال اون نصفشون هم مردن. الان دیگه این آخرشه دیگه، 88-90 اینا 5 تا دیگه مونده، ولی خدا رو شکر ایرانی‌ها زیاد شدن. الان 30-40 تا ایرانی شدن. اونا میگفتن دیگه ما هم بمیریم تو این چند سال کلیسا رو بدیم به شهرداری. ما گفتیم چرا بدین کلیسا رو نگه دارید، مردم دارن توبه میکنن. ولی گفت دیگه ما میمیریم دیگه، چند سال دیگه ما هم میمیریم. کلیسا جایی نیست که چند تا پیرزن پیرمرد باشن. میگن تو فارسی میگن هر که پیر میشه آخرش به مسجد میره. کلیسا اینطور نیست. کلیسا محل انجام مراسم ازدواج، کفن و دفن، جشن ها، عروسی ها نیست. که بعضی ها میگن بریم در ژاپن، مذهب ژاپنی ها شینتو هست و مذهب شینتو مذهبی هست که وطن پرستی و طبیعت ژاپن رو میپرستن، یعنی کوههای ژاپن، آبشارهای ژاپن. ولی خود ژاپنی ها دوست دارن مثل مسیحی ها عروسی بگیرن تو کلیسا و مراسم مسیحی ها دوست دارن. برای همین با اینکه شینتو هستن میان میگن ما میخوایم بیام تو کلیسا عروسی کنیم. کلیسا محل خدمات اجتماعی نیست که ما کلاسای زبان بذاریم و کلاسای توی امریکا، کلیسای سیتیزنشیپ که اگه کسی بخواد که تبعی امریکا بشه براش تو کلیسا کلاسایی میذارن که درسای سوالای اونو جواب بدن. و یا اینکه کلیسا جایی نیست که به محتاجین، اگه کسی خوراک نداره، لباس نداره، کفش نداره. یادم یه روز رفتیم در امریکا کلیسا، ما هم اولین بار بود دعوتمون کردن، یه دفعه کشیش گفت عزیزان آیا شما حاضر هستید کفشای خودتون رو بدید؟ حالا ما اول فکر کردیم داره مثلا منظورش اینه که کتاب مقدس میگه پاهای مبشر چه زیباست. من فکر کردم منظورش اینه که یعنی حرکت ما برای خدا. گفتیم بله همه کفشاتون رو درارید. چی شد؟ کفشا رو جمع کنید. همه ریختن توی کارتون بردن. آخ کفشا رو کجا می‌برید؟ بعد یه فیلم نشوندن اینو برای افریقا میفرستیم، اینا کفش ندارن. ما اون روز پابرنده برگشتیم خونه. کلیسا جایی نیست که فقط ما برای کمک نمیدونم گرسنه‌ها رو سیر کنیم، نمیدونم کفش بدیم، لباس بدیم. کلیسا محل تفریح برای افراد مسن. در امریکا میان در کلیسا بینگو لاتاری بازی میکنن، همه جمع میشن اونجا، میگن از همه محله رو میگن اگه میخواین بینگو بازی کنید بیاین در کلیسا. یا اینکه جوونا در تابستون، خانواده‌ای که اصلا مسیحی نیستن، میگن برنامه‌های تابستونه کلیسا برای جوونا خیلی خوبه. اینا میرن کمپینگ، میرن کوه، میرن اینا، پس برای برنامه‌های تفریحی میرن کلیسا. کلیسا یه گروه دیگه بودن، ازشون که پرسیدم گفت کلیسای ما هیچ که اصلا نمیخواد، نه مسیحی هستن نه ایمان، فقط میرم اونجا ببخشید شما کارت چیه؟ مثلا من مکانیکم. ای چه خوب، من ماشینم میخوام درست کنم. شما اگه هم خواستید من مغازه دارم اینو میدم. همه به هم کارت میدن که هر کسی کار همدیگر رو راه بندازیم. خیلی خوبه ما کلیسا هستیم، تو موهای منو کوتاه کن، من میام خوشویی دارم، لباسای تو رو بشورم. اینم یه نوع کلیساست که همه به همدیگه کار رو کسب میدن، کسب و کار رو همدیگه راه میندازن و کسی هم دنبال کار بگه. ما اتفاقا یه کارگر میخوایم، تو بیا خوب شد اومدی امروز کلیسا، تو رو میبریم سر کار. کلیسا محل
جمع شدن یک گروه خاص نیست. از لحاظ قومی مثلا بگیم این کلیسا مال ارامنه است، این کلیسا مال آشوریاست، این کلیسا مال ایرانیاست. کلیسا جای قومی و یک گروه خاصی نیست که حتی متاسفانه خیلی عوض میخوام اینو میگم، بعضی ها هستن همجنس باز هم میگن اینجا کلیسای همجنس باز هست. یعنی برای خودشون هر کسی اومده فکر کلیسا یه جاییه که همه که با هم یه فکر دارن بشن یه کلیسا. کلیسا حتی جایی نیست که مدرسه تعلیم کتاب مقدس باشه. یعنی بعضی موقع میگن خب کلیسا کار روحانی میکنه که درس میده. حتی کلیسا جای درس دادن مطالب مذهبی نیست. در آلمان ما هایدلبرگ که بودیم، بچه های ایرانی ما قبل اینکه بیان هنوز کلیسای فارسی نبود و اینا میرفتن کلیسای لندسکریشه، کلیسای دولتی. بعدن که فهمیدن کلیسای فارسی شروع شده، اونها اومدن، بعد کشیششون گفته بود کجا میرین شما دیگه نمیایین، گفته بودن یه کشیش ایرانی اومده کلیسا فارسی است، گفته این چه کار میکنه اونجا چی میگه، گفته بودن خب خودت بیا ببین. و اومد نشست اونجا، من همش دعوت کردم بفرمایید، خواهش می‌کنم می‌خوام شما برای ما دعا کنید. اینا خیلی با اینجوری تعجب است که مثلا ما یه فرقه کذبه‌ای باشیم گوش می‌داد اینا. بعد من به ایرانی گفتم مگه این خودش چی درس میده؟ گفت این اصلا انجیل درس میده این کشیشه، این نمیدونم پی اچ دی تاریخ داره، پروفسور تاریخ تو دانشگاه، این میاد فقط تاریخ آلمانو برای ما میگه، آلمان چی چجوری درست شد، فرهنگ آلمان چیه. گفت اصلا هیچ، همش در مورد اینتگریشنه که چجوری ما میتونیم در این فرهنگ آلمانی، اصلا هیچ صحبتی از ایمان و مسیح هیچ نیست. کلیسا محل حکومت یه عده‌ای که فکر کنن ما قدیمی‌تریم و یه عده دیگه رو بخوان رهبری کنن. همتون به ما گوش میدید و بعضی رو به قول معروف میگن که این پیشکسوته یا قدیمی‌تره، ما زیر در محضر شما هستیم. من بعضی جاها که صحبت میگم طرف یه دفعه میگن مثل ایرانی میگن دست رو میخوان، میگن آقا چه کاره اینا، دست نبازه اجازه بدین، شما مرد مقدس هستین. آقا نه با ما هم آدمی مثل شما هیچ فرقی نداره، ما شما رو خدمت میکنیم، دستمون ببوسین و این چیزا. ولی اینجا جایی نیست که یه عده مثلا بگن این پیره، این دیره، نمیدونم این یکی خیلی قدیمیه، حالا این استاد اعظم اینا. همه ما میایم کلیسا برای یه چیز دیگه. حالا اونجا میرسیم که کلیسا چی هست. کلیسا پس گفتم جایی نیست که سیاست درش باشه که ما بیایم بخوایم. داشتیم امروز صحبت میکنیم با برادرم، بعضی از کلیسا در هلند خیلی طرفدار اسرائیل هستن. در کتاب مقدس آیه ای هست، هر که اسرائیل را برکت داد من برکتش میدم، هر که بخواد لعنتش کنه لعنت میشه. حالا دیگه افراط و تفرید یه چیزیه که تو هلند آقا هر چی هدایا جمع میشه حتما یه سری پول ما بفرستیم برای اسرائیل، ما اسرائیل رو برکت بدیم. برعکسش هم اینه که این اسرائیلی ها همه قاتلن، صهیونیستن، اصلا ما قبول نداریم اسرائیل رو و قوم خدا باشن، ما خودمون جایگزین شدیم کلیسا به جای اسرائیل و ما اصلا هیچ کدوم از اینا رو قبول نداریم. خب تمام این دیدهای مختلف که یه عده میان کلیسا، یه نفر زنگ زده بود ما یونان که خدمت میکردیم، آقا برین به این برادر خیلی مشکل پیدا کرده با کشی، شما کمکش کن. چیه؟ این گفت بچه من مریض بوده، کلیسا به من پول نداده، منم دیگه از کلیسا گذاشتم رفتم. این چه خادمیه به ما پول نداده برای کلیسا، این کلیسا اصلا به درد میخوره. خب تو فکر اون کلیسا جاییه که باید مددکار اجتماعی، پول بدی به مردم، خوراک بدی، غذا بدی، فکرش اینه. یه روز در امریکا بودیم و یکی از کشیشای ایرانی به من زنگ زد. برادر رامین، گفتم جانم میخواستم یه سوال ازتون بکنم. گفتم بفرم خواهش من. گفت شما ناراحت نمیشید؟ من میخوام بیام یه کلیسا بزنم درست بغل شما. بزنی؟ کلیسا رو مگه زدنیه؟ بعضی ها میخوان کلیسا رو بزنن، مثل که مثلا
رستورانه، یه رستوران بزنیم، یه کلیسا بزنیم. بعد گفت شما ناراحت نمیشین؟ گفتم اولا کلیسا که مال من نیست، تو باید به صاحب کلیسا بگی. گفت صاحب کلیسا که؟ گفتم صاحب کلیسا مسیحه، من اینجا کارگرم، او مرا گفته اینجا خدمت کنم، من اینجا خدمت میکنم. اگر او بهت گفته، من کیم که بگم تو کلیسا داشته باشی اینجا یا نداشته باشی؟ اگه خودت، چون که مثلا ما کلیسامون شلوغترین کلیسا بود تو اونجا، اگه فکر میکنه اینجا منطقه خیلی خوبه، ایرانی ها زیادن، پول دارن، منطقه خوبیه، بیایم اینجا یه کلیسا شروع کنیم که حالا یه عده از کلیسای دیگه اگه ناراضی هستن بیان تو کلیسای ما. بعضیا دیدیم با این فکر. گفتم اگر خودت برنامه چیدی که دیگه نمیدونم، من فقط اینو میدونم مؤسس کلیسا خود عیساست. کلوب آدم میتونه بزنه، یه برنامه بچینه و از مردم بخواد استفاده کنه یا احساساتیشون کنه، ولی اگر خدا بهت گفته برو، ولی من یه چیزو میدونم، مسیح میگه گوسفندان من آواز مرا میشنوند. اگه کسی گوسفند باشه آواز مسیح رو میشنوه، اگه نه که صد تا هم کلیسا بزنین، مردم انگلیسی یه کلمه هست میگن ویندو شاپینگ، نمیم شنیدی که بعضی ها میرن خرید فقط تو این ویترین مغازه ها رو نگاه میکنن، الان بعضی ها میرن چرچ شاپینگ، فقط میرن این کلیسا سر بزن این چطوره، برم این کلیسا سر بزن برم کدوم بهتره. پس حالا ببینیم کلیسا چی هست. برای اینکه امروز ما درک کنیم کلیسا حقیقی چی هست، دو تا آیه بیشتر نمیخونیم، دو تا آیه میخونیم، ولی دو تا آیه‌ای که تمام برداشت ما رو ممکنه عوض کنه از اینکه کلیسا چی هست. لطفاً با هم انجیل متی باب 16 رو باز کنیم. انجیل متی باب 16 از آیه میتونیم 14 بخونیم، از 13 بخونیم. و هنگامی که عیسی به نواحی قیصریه فیلیپوس آمد، از شاگردان خود پرسید مردم مرا که پسر انسانم چه شخصی میگویند؟ سوال بسیار عجیبیه. اول عیسی مسیح خودشو معرفی میکنه، میگه من رو که کی هستم؟ پسر انسان. مردم من رو که پسر انسان هستم چه کسی میدونن؟ اینجا معلومه که در شناخت مسیح یک آگاهی مشخصی برای مردم نیست که مسیح کی هست. برای همین مسیح از شاگرداش میپرسه که من رو که پسر انسانم. حالا خوب توجه کنید، خیلی اوقات دوستان مسلمان ما میان میگن که عیسی مسیح خودش گفت من پسر خدا نیستم. ببین اینجا گفته من پسر انسانم. شما میگین عیسی پسر خدا از خداست اینا، و میگن اینجا شما دارید اشتباه میکنید. اولا عیسی مسیح دو تا لقب داره. لقب اول عیسی مسیح به عنوان پسر انسان، یعنی که خدایی که پر از قدرت، جلال و عظمت بود، و اون پوری به وسیله روح خدا در مریم قرار گرفت و انسان شد. فهمیدین؟ پس اینجا اتفاقی که داره میفته اینه که خدای نادیده خودش رو میخواد در جسم انسانی آشکار کنه، و این لقب و مسیح به خودش میده. من که پسر، یعنی زاده از انسان شدم، خدایی که هیچ کس او رو ندیده بود. کلام خدا در یوحنا 1:18 میگه خدا را هرگز کسی ندیده، اما پسر یگانه وی، او که در آغوش وی است، عیسی او را ظاهر کرد. در کولوسیان باب 1:15 میگه عیسی مسیح صورت خدای نادیده است. کسی که میخواد خدا را ببینه، همونطور که موسی به خدا گفت خدایا من میخوام تو رو ببینم، خدا بهش چی گفت؟
خداوند به موسی گفت انسان نمیتونه مرا ببینه و زنده باشه، ولی توی خروج باب 32، ولی مقامی نزد من است. حالا توی کتاب ترجمه قدیمی نوشته مقامی، توی ترجمه جدیدتر نوشته مکانی. در زبان عبری مقام به عبری دوتا معنی رو میده، همون مثل فارسی که ما میگیم مقام، همون توی عبری هم میگه مقام. این مقام یعنی یک مرتبه و یک شخصیت، نه یک مکان از لحاظ جغرافیایی. میگه مقامی نزد من است، بر روی صخره بایست تا مرا بتونی ببینی. صخره مرا آشکار میکنه. و کلام خدا میگه اول قرنتیان باب 10 آیه 4، و آن صخره‌ای که در عهد عتیق از عقب قوم میآمد مسیح بود. و اونا اون صخره رو تشخیص نمیدادن، خود مسیح مانند صخره نجات تشبیه شده. و اینجا میبینیم که عیسی مسیح میگه من اومدم، جسم پوشیدم، پسر انسان شدم. خب حالا اینجا سوال اینه، آقا منی که پسر انسان هستم، همه اینو میدونن، همه میدونن من انسان هستم، ولی اونا منو حقیقتا آیا شناختن؟ اونا منو کی میشناسن؟ شاید ما عیسی مسیح رو به عنوان یک پیامبر خوب، یک معلم عالی، یک انسان نیکو بشناسیم. خب اینو همه میدونن، ولی مسیح میگه تو چجوری، تو چی میشناسی مرا؟ برای تو من کی هستم؟ بعد پتروس ادامه میده که مردم میگه، وقتی مسیح میپرسه گفتم بعضی یحیای تعمید دهنده میدونن تو رو، بعضی الیاس، بعضی ارمیا، یا یکی از انبیا. مردم تو رو به عنوان یک انسان فقط نمیشناسن، بلکه یک کسی بالاتر. چون بعد خب کارهایی که مسیح میکرد یک انسان معمولی نمیتونست بکنه. بعد ایشان رو گفت شما مرا که میدانید؟ حالا سوال اصلی، تو که با من هستی، 3.5 سال با من داری راه میری، تویی که هر روز معجزات منو میبینی، تویی که تعلیم من رو میشنوی، حالا تو به من بگو من برای تو کی هستم؟ اینجا شمعون پتروس در جواب گفت تویی مسیح پسر خدای زنده. اینجا تمام معادله عوض میشه. مردم که مرا پسر انسانن، تو کی میشناسی؟ توی مسیح پسر خدای زنده. حالا معنی پسر خدا یعنی چی؟ ما گفتیم معنی پسر انسان یعنی خدایی که نادیده بود و جسم انسانی گرفت و شد زاده یا پسر انسان، از انسان متولد شد. حالا پسر خدا یعنی چی؟ یعنی کسی که در جسم انسانی کارهای خدایی میکنه. فهمیدین؟ به کسی که جسم انسانی داره ولی قدرت مرده رو زنده کردن داره، قدرت آمرزش گناهان داره، قدرت طبیعت کنترل رو داره، قدرت داره یه چیزی خلق کنه، خدای دانای مطلق هست، عارف القلوب هست، میدونه در فکر مردم چی میگذره، خدایی که میتونه دستور بده مرده 4 روزه از قبل بیاد بیرون، خدایی که میدونه که آینده تو چی هست، خدایی که محدود به زمان و مکان نمیشه. در جای دیگه پسر اون افسر هست میگه پسر تو در اون مکان شفا یافت. خدایی که دعا رو میشنوه. وقتی خوب توجه کنید، نتنائیل اومد، عیسی مسیح از دور گفت اسرائیلی حقیقی. بعد نتنائیل گفت تو از کجا منو میشناسی؟ زیر گفتش من هنگامی که تو زیر درخت انجیر بودی من تو را دیدم. همونجا نتنائیل گفت تو پسر خدا هستی. میدونی برای چی؟ در فرهنگ یهودی شما باید خودت میرفتی، به غیر از جماعت که در کنیسه میرفتی، در یک جای خلوت هیچ کس نمیدونه با خدا پرستش کنی. و نتنائیل میرفت زیر درخت انجیر خونهش، هیچ کس نبود، خدا رو پرستش میکرد. مسیح گفت تا
تو وقتی پرستش میکردی داشتی منو میپرستیدی، من تو را زیر درخت انجیر دیدم. و اون گفت تو پسر خدا هستی. هیچ کسی اینو نمیدونست که من کجا دعا میکنم. پس برای پتروس وقتی گفت تو پسر خدای زنده هستی، گفت خوش به حال تو پتروس. این از لحاظ عقلانی جسمانی نمیتونه کسی اینو بفهمه. همینطور هم تو قرنتیان میگه، میگه هیچ کس جز به روح القدس نمیتونه عیسی رو خداوند بخونه. بعضیا، من رفته بودم در تاجیکستان بودم سری قبل، یک 20,000 افغان اومدن الان در بعد از طالبان در نزدیک دوشنبه اونجا هستن و سه گروه افغان اونجا مسیحی هستن که ما میریم خدمتشون میکنیم. دفعه اول که رفتیم من گفتم عزیزان هر سوالی دارید در رابطه با مسیحیت، شهادت زندگی مو دادم، گفتم هر چی میخواین. همشون سوالشون این بود، اگر مرحمت در مورد سه یگانگی، تثلیث نمیگم، میگن سه یگانگی، یعنی که شما میگین مسیح خداست یا پسر خدا، اینو برای ما نمیفهمیم اینو. و خب شروع کردیم توضیح دادن، ولی من گفتم اصل مطلب، یک بچه وقتی در رحم مادر بزرگ میشه، تمام 9 ماه با او هست، وقتی به دنیا میاد، در وقتی که حتی چشماش بسته است، فقط لمس صورت مادر یا بوی مادر رو تسلی میده. هیچ آگاهی عقلانی از این که مادر اسمش چی هست، مادر آسوایز شماره چند هست، تاریخ تولدش چیه، فقط این وابستگی از وجود اون اومده بیرون، اون تشخیص میده که این مادر منه. و همه ماها وقتی که از روح خدا تولد میشیم این تشخیص رو میدیم که مسیح آدم معمولی نیست. تو دل من مادرم، وقتی که مادر من سیده است، پدر بزرگش آیت الله علم الهدا است، همه حسینیه دارن، وقتی که مادر من در ایران بهش گفتم مادر افسردگی داشت، 3 بار خودکشی کرده بود، میخواست خودش از بین ببره، نمیخواست زندگی کنه، وقتی که دعا کردیم و در مورد مسیح گفتیم، بعد خب ایمان که اوور شفا یافت، مسیح شفاش داد، بعد ادوارد هم شما میشناسین براش دعا کرد. مادر من که روزی 40 تا قرص میخورد، روزی 15 تا آمپول میزدن و هر یه هفته در میون شوک الکتریکی بهش میدادن که گذشته رو فراموش کنه، افسردگی بدترین نوع داشت، شفا یافت و همه دعوا و همه چیزا رو گذاشت کنار و پدر من، خانواده من ایمان آوردن. وقتی که من اونا رو آوردم آلمان، سال 1989 بود و اون میومد کلیسا، گفتم مامان چیزی برات سوالی هست؟ گفت من این مسیح میگن خداست، من اینو نمیفهمم. من میدونم مسیح خیلی خوبه، شفا دهنده است، بهترینه، ولی نمیتونم بفهمم مسیح خداست، اینو این چیزا رو که میگن. گفتم باش، حالا یه وقتی با هم میذاریم با هم یکم در مورد این صحبت کنیم. خلاصه 2 روز بعد گفتم ما اونجا میخوای با هم بشیم صحبت کنیم؟ گفت نه من خودم فهمیدم. کجا فهمیدی؟ گفت من وقتی رفتم در حضور خدا دعا کردم، بعد دیدم عیسی اصلا آدم نیست. بعد خب اگه آدم نیست پس چیه؟ بعد حس من به من میگه او بالاتر از یک مخلوقه، او خلقت، حیات، شفا، آرامش، همه چیز نزد اوه. و من نمیدونم چجوری اینو توضیح بدم، ولی تو قلبم 100% فهمیدم او خداونده، خدا رو شکر. تعلقی که ما داریم به مسیح به خاطر روح القدس است. و اینجا پتروس میگه که توی عیسی پسر زنده. خب میگه تو خودت اینو که نفهمیدی بشینی مثلا حساب کنی آقا روی این تعلیم مسیح یا اینجوری مسیح شد خدا. ولی اینجا یک حقیقتی که مسیح میخواد در مورد کلیسا بگه. این حقیقت چی هست؟ عیسی میاد میگه و من نیز تو را میگویم. اگر ما الان صحنه تصویری نباشه از اینکه مسیح و پتروس دارن با هم صحبت میکنن، شما خوب گوش بدید. حالا رافائل بیا بالا، یه دارم خواهم یه چیزی رو نشون بدم.
رافائل میشه پتروس. اینجا وایس لطفاً. اگر ما حالا صحنه اول بدون تصویری میخوایم بریم صحبت مسیح، عیسی در جواب او گفت خوش به حال تو که تو اینو خود نفهمیدی ولی پدر به تو کشف کرد، و من نیز تو را میگویم توی پتروس و من بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم. خب الان شما اینو شنیدین، تصور شما چیه؟ توی پتروس و بر این صخره من کلیسای خود را بنا میکنم. کلیسای کاتولیک میگه پس پاپ اول پتروسه، چون که مسیح بهش گفت توی پتروس و من کلیس، توی صخره و من کلیسای خود را بر تو بنا میکنم. حالا ما میایم، ما این صحبت رو الان خوندیم، حالا میایم تصویری ببینیم. خب من اینجا گرفتم خوش به حال تو پتروس که این را پدر به تو کشف کرد، توی پتروس و من بر این صخره کلیسای خود را بنا خواهم کرد. فهمیدی چی شد؟ مسیح به پتروس نمیگه توی صخره، بر این صخره. حالا توی زبان یونانی پتروس یعنی سنگ کوچک، پترا یعنی صخره. متوجه شدین؟ پتروس سنگ کوچک، پتروس و پترا صخره. مسیح میگه تو پتروس هستی سنگ کوچک، ولی من پترا را، من بر روی خودم که صخره هستم کلیسا رو بنا میکنم. ممنون. پس حالا ما داریم در مورد کلیسا چی هست. اینجا در این آیه فقط گفتم دو تا آیه میگم که کلیسا براتون چی هست. این یک آیه، کلیسا جایی هست که کسایی که باور دارن عیسی پسر خدای زنده است، چون که مسیح گفت بر این صخره که من پسر خدای زنده هستم کلیسا بنا میشه. کلیسا به هیچ وجه روی هیچ کدوم از چیزهای دیگه بنا نمیشه. برای همین هر کسی باور داره که عیسی خدای زنده، پسر خدای زنده هست، او در کلیسای خدا قرار گرفته. و دومین چیزی که اینجا مسیح به اون میگه اینه که من کلیسای خودم رو بنا میکنم. هیچ کسی کلیسا نمیتونه بنا کنه. کلیسا رو کی بنا میکنه؟ خدا. بعضی میگن آقا ما خواهیم یک کلیسا بزنیم. اینجا کلام خدا میگه من کلیسای خودم رو بنا میکنم. نگفته پتروس تو کلیسای من رو بنا میکنی. من. پس کلیسا بر روی اعتراف مسیحی که پسر خدای زنده است و خود مسیح هست که کلیسا رو بنا میکنه، نه انسان. نکته بعدی، مسیح یک کلمه دیگه حالا میاد میگه، میگه که و ابواب جهنم. ابواب یعنی چی؟ درها. باب میشه در، ابواب میشه جمعش. ابواب جهنم بر آن استیلا یا چیره یا برتری نخواهند داشت. حالا ما که رفته بودیم اسرائیل، یه روز این تور گفت ما میخوایم شما رو ببریم مرز لبنان، یه جاییه که یکی از این اتفاقایی که تاریخی هست افتاده که مثلا در مورد مسیح بریم. ما هم نمیسیم اونجا چیه؟ بریم یک کوهیه، کوه و کندن، یک بوتی اونجاست. و گفتیم اینجا چیه و چه کار میکنن؟ گفتش که اینجا این خدایی، یه بت زنه، اسمش پنه، پن. این خدای ترس و وحشته. کلمه وحشت در انگلیسی میشه پانیک، از کلمه پن اومده همین بته. این بته حالا کی هست؟ این بوته یک زن ایرانی بوده. زن ایرانی؟ آره. اسمش بوده پنتا. پنتا اسمش بوده. پنتا کی بوده؟ پنتا سردار لشکر ایران بوده، تو کشتی هایی که می رفتن سر همه رو می بریده. وقتی می گفتن این کشتی پنتا تو جنگ، همه وحشت می کردن. و از اون به بعد این بوتو ساختن
دیگه حالا همه شوهرای ایرانی بترسید، از خانماتون همه از این بعد پنتارا رو سلام کنید. و اونجا از اون به بعد این بوتو ساختن توی همین کوه، کنده شد همون پن، همون خانمی که این بوت بود. حالا اینجا حالا چیه جریان؟ مسیح اومده اینجا داره از شاگرداش میپرسه شما مرا که میدانید؟ تو همونجا. حالا اونجا چه خبره؟ این بوت است، این ور یک غار بزرگیه، از اون آب میاد میره همینطور پایین کوه و توی یک حوض بزرگ مثل استخ همه این آبا جمع میشه. آقا اینجا چیه؟ اینجا دروازه جهنمه. فهمیدی چی شد؟ دروازه جهنم که مسیح میگه اونجا بوده، این دروازه جهنم بوده و میگه کلیسای من این دروازه جهنم برش چیره نمیشه. حالا جریان چی هستن؟ ما نمیفهمیم، چون که اینجا میخونیم میگیم آقا جریان چی بود؟ این مسیح گفت کلیسای خود را میسازم بر صخره، بعد این دروازه جهنم. اینجا جریان این بوده، در اون مقطع همه میگفتن اگر میخوای برکت و بارش برای کشاورزی و آب برای زندگیت باشه، تو باید مطیع بت پن باشی تا پن دروازه جهنم رو برای تو باز کنه و به تو آب بده. اگر اینجور نباشه زندگی تو بی برکت، خشک و قحطی میاد تو زندگی. همه مردم خودشون رو به خدای پن میسپردن که ما تو رو احترام میکنیم، تو رو میپرستیم، پس دروازه جهنم به جای آتش بر زندگی ما آب بیاید. فهمیدین چی شد؟ عیسی مسیح حالا ایستاده میگه من کلیسای خودم رو بنا میکنم، نه از روی وحشت بلکه از روی عشق. و شیطان که هیچی، اگه فکر کردین بارونتون باید به خاطر اینکه مثل کردای یزیدی میگن خدا خوبه شیطان بده، پس ما بریم شیطان رو بپرستیم که به ما کار بدی نکنه. این توی کردستان کردای یزیدی اینجور باوردن، بذار با آدم بده خوب باشیم که اینا ما رو نابود نکنن. اونا هم فکر میکنن که حالا این خدای پن یا ترس و وحشت نکنه یه دفعه زندگی ما بی برکت بشه، ما مطیع تو هستیم، قربانی برای تو میگذارونیم هر چی گفتی. و عیسی مسیح میگه نه تنها او به زندگی تو هیچ قدرتی نداره، بلکه کلیسا دروازه رو میگذره و دروازه نمیتونه جلوشو بگیره. شما بر قدرت تاریکی پیروز هستید. اینجا در عبرانیان باب 2 بیاییم با هم یک آیه بخونیم، بسیار آیه زیبایی هست. عبرانیان باب 2 از آیه 14 و 15 چون فرزندان در خون و جسم شراکت دارند، عیسی مسیح نیز همچنان در این هر دو شریک شد، یعنی هم مسیح جسم و خون گرفت، تا به وساطت موت صاحب قدرت موت یعنی ابلیس را تباه سازد. مسیح با مرگ خودش صاحب قدرت موت یعنی ابلیس رو که همه رو نابود میکنه میگه نابود کرد. حالا این آیه و آنانی را که از ترس موت تمام عمر خود را گرفتار بندگی بودن آزاد گرداند. همه آدما از مرگ میترسن، ولی عیسی مسیح اومد با مرگ خودش این خدای پن، این کسی که وحشت و ترس میآفرینه رو قدرتشو باطل کرد. و ماهایی که از ترس مرگ، میدونید در اسلام یک حدیثی هست میگن النصر بالرعب، میگن نصر و پیروزی از ایجاد وحشت میاد. برای همین میان میگن الله اکبر، کله طرفو میبرن نشون میدن تو بترسی، وای الان اگه من یه چیز بگم سرمو میبرن. میگه همیشه در قرآن نوشته ما رعب و وحشت تو را در دل دشمنانت میذاریم. یه دکتر عباسی از تو ایران میگه به ما میگن تروریست، خب معلومه قرآن خودش میگه I will put your terror in their hearts، میگه من وحشت تو را، تروریست یعنی کسی که وحشت ایجاد میکنه، در قلب دشمنانت میذارم. ولی کلام خدا میگه من با عشق و محبت تو را آزاد میکنم،
من جونم روی صلیب میدم که تو از وحشت آزاد بشی، از ترس آزاد بشی. و عیسی مسیح اینجا به پتروس گفت توی سنگ و من بر این صخره کلیسامو بنا میکنم و دروازه جهنم و نیروهای تاریکی به هیچ وجه نمیتونن بر او چیره بشن. کلیسا پیروز میشه بر نیروی تاریکی. هللویا. آیه دوم که در مورد کلیسا اومده خیلی جالبه، با هم بخونیمش. افسوسیان باب 3 آیه 10 هست. افسوسیان باب 3 آیه 10 می‌فرماید تا آن که الحال بر ارباب ریاست‌ها و قدرت‌ها در جای‌های آسمانی حکمت گوناگون خدا به وسیله کلیسا معلوم شود. خب این چیه؟ جریان چی اینجا؟ اینجا یه آیه‌ایه که هویت کلیسا رو میگه. دیگه بقیه جاها در مورد کلیسای محلی صحبت میکنه که مثلا کلیسایی که در مثلا افسوس هست سلام برسونید، کلیسایی که در اینجا هست. این دوتا آیه هست که هویت روحانی کلیسا رو نشون میده. یک، نقش مسیح که کلیسا بر روی او بنا شده. دو، وظیفه ایمانداران در کلیسا. حالا چی میگه؟ میگه کلیسا حکمت گوناگون خدا را نه به آدم ها میگه، به ریاست ها و قدرت های آسمانی. این یعنی چی؟ ما چه کار باید بکنیم؟ وظیفه ما چی هست؟ پولس میگه در دوم قرنتیان باب 2 آیه 11 میگه تا شیطان بر ما برتری نیابد ما از تمام مکاید و مکرهای ابلیس خبر داریم چه کار میکنه. و ما حکمت خدا را برای اینکه شیطان رو ببندیم در نام عیسی مسیح گفت هر چه رو که ببندید در آسمان، نگفت روی زمین ببندید، گفت چی؟ آنچه را که در آسمان ببندید در زمین بسته میشه. نیروهای شریر میخوان بیان روی زمین کار کنن، تو میتونی اونا رو ببندی و آنچه را که باز کنی برای تو باز کرده خواهد شد. حالا اینجا کلیسا حکمت داره که با شیطانی که هیچ کس قدرت مبارزه و رویارویی باش نداره، حالا حکمت کلیسا بالای اون شده و به این قدرت بالاتر توی یونانی میگن اگزوسیا، یعنی اقتدار، یعنی قدرتی که خدا ورای شیطان به کلیساش بخشیده. برای همین عیسی مسیح گفت من به شما اقتدار میدم بر تمام نیروهای شیطان، بر تمام مریضیا، بر دیوها، و شما بالای اونها هستید. حالا کلیسا باید چیکار کنه؟ یک، مسیح رو بشناسه، او رو به عنوان خداوند خودش پرستش کنه. پس وظیفه کلیسا پرستش. وظیفه کلیسا بیاد در حضورش از او مشورت بگیره در دعا. دعا میکنه کلیسا، پرستش میکنه. سه، کلیسا میخواد خدا رو جلال بده، عیسی مسیح رو جلال. پس وظیفه کلیسا جلال دادن خداست. چهار، کلیسا شاگردسازی میکنه، ایمانداران رو تجهیز میکنه که مسیح رو بشناسن و به پوری قامت مسیح برسن. پس کار کلیسا وقتی معنا و مفهوم پیدا میکنه که تو میفهمی مسیح کی است، نه اینکه برم خوراک بدم، کفش بدم، کلاس زبان بذارم، پارتی بگیرم، نمیدونم عروسی بگیرم. اینا هیچ کدوم کلیسا نیست. کلیسا جاییه که مسیح پسر خدای زنده است برای تو و تو داری او رو جلال میدی، با او مصاحبت داری، مشارکت داری. و کلیسا جاییه که کلیسا قادر افرادی که دیوزده هستن، بیمار هستن، افرادی که سرگردان و آواره هستن و با اقتداری که داره اونها رو از دهن شیر بیرون بکشه. آمین. یک مردی با پسرش رفته بودن افریقا، تور سافاری، و میگفت ما رفتیم دمه یه رودخونه بود، گلالود بود، پسرش 10 سالش بود.
گفت با من بپرم توی آب شنا کنم. گفت منم نمی‌دونستم. گفتم بپر، این کم عمقه. پرید، گفت همینطور که پرید یه کروکودیل تمساح اون زیر بود، تق زد بچه منو برد رفت. گفت منم بدون که فکر کنم پریدم رفتم دنبال بچه‌م. گفت بچه‌م تو دهن کروکودیله، میدونی که کروکودیل میگیره بعد میچرخه، دهن او رو باز کردم، بچه‌م اومدم رو تق دست منو کند. گفت دست منو قطع کرد، بچه‌مو نجات دادم، دستم از دست دادم. افتخار میکرد، میگفت، نشونش میداد، میگفت این بچه‌م الان بزرگ شده، دستم کنده شد ولی بچه‌مو از دهن این تمساحه کشیدم بیرون. پولس توی اعمال رسولان باب 26 مسیح بهش میگه من تو رو خواندم تا مقهورین ابلیس رو نجات بدی، بری از دهن شیطان اینا رو بیرون بکشی تا اونا نجات بیابن. اول یوحنا 3:8 میگه زیرا پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد. خداوند اومده که کارهای شیطان رو باطل کنه. تا پیش از اون که مسیح بیاد، تمام فریسیان، تمام ملاهای یهود، هیچ کس به دیوزدا هیچ راه حلی نداشت. فقط میگفتن آقا این روح بد داره، ببرینش تو قبرستون زنجیرش کنید. دیدین بعضی موقع مسیح میره میگه در یک دیوانه بود در قبرستان بسته بودن، چون که هیچ راهی دیگه نداشتن. بزرگترین سوالی که برای ملاهای یهود این بود که مسیح با اشاره انگوش دیفا رو بیرون میکرد و اونا میگفتن تو از کجا قدرت گرفتی؟ این اقتدار از کجا به تو رسیده؟ ما نداریم، ما کتاب رو بلدیم، تمام شریعت رو میدونیم، ولی هیچ کس قدرت نداره که با اشاره انگوش دیفا رو بیرون کنه. و مسیح گفت وقتی من با اشاره انگوش دیفا رو بیرون میکنم، ملکوت خدا به شما ظاهر میشه. یعنی پادشاهی خدا، تازه میفهمید که خدا پادشاه هست نه شیطان. وقتی من و شما در مس و قدرت روح القدس هستیم، اون موقع حقیقتا پادشاهی خدا مشخص میشه که ما مذهبی نیستیم، خدا داره در قلب ما پادشاهی میکنه و مسیح خدای زنده، پسر خدای زنده است که ما رو آزاد کرده از هر ترس و بد. پس اینجا عزیزان کلیسا حقیقی چیه؟ کلیسای حقیقی جاییه که بر اعتراف ایمان هر کس که عیسی خداوند زنده من هست، او مرا حیات بخشیده، مرا نجات بخشیده، و کلیسا جاییه که خداوند میخواد من حکمت، تمیز و تشخیص روح القدس رو داشته باشم برای اینکه کارهای ابلیس رو باطل کنم. اینجا جاییه که کلیسای خداست. وقتی یه نفر بیاد و ما نتونیم اونو آزاد کنیم. من تازه رفته بودم امریکا، دانشجو الهیات بودم و گفتن یک خانم آشوری هست، این 2 سال دیو رفته توش و صداش هم دیگه زن نیست، صدا یه مردیه که با صحبت میکنه و کلیسا هم که اووردنش مثلا کلیسا آشوری ها اینقدر داد و قال کرده اینا، پلیس کشیشن به جای اینکه مثلا اینو دیو اخراج کنه، گفته پلیس بیاد اینو ببرنش، نمیتونسته هیچ کاری کنه، اینو بردنش، پلیس بردنش. یکی به ما گفت یک کشیشی تو ایران میگفت اگر ما دیو رو اخراج نکردیم، دیو زده رو اخراج میکنیم از کلیسا، حداقل اون رو بیرون کنیم که کسی اینجا آبرومون نره، نمیتونیم دیو اخراج کنیم. و اومدن به من گفتن برادر شما میتونی بیای برای این خانم دعا کنی، اینا خیلی بچه هاش، خود شوهرش، اینا 2 سال این بیچاره ها چیزه. ما هم گفتیم باشه. منم با یک کسی دیگه روزه گرفتیم، گفتم میریم خونه این شخص. رفتیم، این زنه اصلا مثل که ما رو نمیبینه، آوردن همینجوری نشوندن اونجا. صدای آدم نبود دیگه، یعنی صدایی که زن باشه اینا. شوهرش هم همینجوری خیلی غم زده و دو تا بچه‌ش هم اونجا ایستاده بودن. شروع کردیم دعا کردن. بعد از 20 دقیقه که اون دیو اخراج شد، روح بد رفت از اون، یه دفعه زن اینجوری سلام علیکم، حال شما خوب، صداش برگشت، صدای زن شد، اصلا مثل که تو اون 2 ساعت هیچ کسی ما رو ندیده. چایی بریم خدمتتون، ببخشید اینا. شوهرش شوکه. بعد دیدم از کلیسای آشوریا به من زنگ زدن، برادر ببخشید این چجوری آزاد شد؟ شما چه کار کنید؟ من کاری نکردم. عیسی مسیح میگه دعا کنید آقا برای دیوزده ها که اینا آزاد شن.
من از خودم که کاری نکردم حالا به شما یاد بدم، مثلا شما هم این کارو بکنید این دوتا چیزو، بعد دیوان میرن. گفتم مسیح آزاد میکنه و مسیح به ما این اقتدار رو داده. و این بین خود آسوریا خیلی پخش شد. بعدم زنگ زدن که حالا شما خوب تصور کنین ارمنیا و آسوریا نرمال اینجوری نیستن که مثلا بگی آقا مثلا یک کشیش فارس بیاد مراسم ما رو انجام بده. هر برنامه‌ای که میشد که برنامه کلیسایی عروسی شما بیان، حالا 6 تا کلیسا کشیش های آشوری نشستن همه با عبا و قبا و اینا، من همینجور ساده اومدم عروسیه مثلا اینا رو دارم انجام میدم به فارسی، اینا همه خیلی ناراحت. یا عروسی مثلا کسایی که ارمنی بودن، همه کشیش های ارمنی یه فارس داره. و برای اونا این عجیب بود که آقا تو چه کار کردی که این آزاد شد، حالا همه این چیزها رو از تو میخوان. یادم روح شاد باشه ویگن خواننده به من زنگ زدن گفتن که خواننده شما کشیش مادشم امریکایی، این مثل من روانشناسی خونده بود، برای هاسپس میرفت، کسایی که آخرشون هست که میمیرن کسایی میفرستن که اینا رو، گفتش که کشیش رامین یک خواننده معروف شما رو من به من دادن، من گفتم یک کشیش ایرانی هست اونم روانشناسی میدونه، گفت شما میری بگیرش. گفتم که، گفت همین الویس شما. گفتم ای من گفتم الویس کیه اینا؟ گفت معروف ترین خواننده شما. گفتم من نمیدونم کیو میگی. گفت دردریان. بعد من گفتم دردریان من نمیدونم کیو میگی، حالا بگو فامیل ویگن دردریانه، من نمیدونم فامیلش دردریان. رفتیم دیدیم ویگنه، خونه ویگن رفتیم و خلاصه من با او صحبت کردم روز اول دوم و این قلبش رو به مسیح داد، ایمان آورد. بعد گفت رامین گیتارمو بردار برام یه سرود بخون. من گفتم اصلا روم نمیشه جلوی شما من بخوام بخونم. گفت نه بخون. بعد گفتم ببخشید دیگه خیلی عوض میخوام، من قورباغه جلوی بلبل که مثلا وقتی قناری بخوام مثلا یه صدایی من دارم بخونم. گفت بخون اصلش همینه. گفت من از این تخت بلند شم فقط برای مسیح میخونم. بعد و خلاصه تمام این برنامه گذشت تا ماها که هر روز من میرفتم اونجا ویگن وصیت کرد. یه روز بلند شد من اونجا گفت راه من خواب دیدم مسیح اومد گفت بیا. بعد گفتم چجور؟ گفت در آسمان بود، یعنی من میرم پیش مسیح. گفتم خدا رو شکر. وقتی که دیدم جلسه یک شنبه بود دیدم کاترین دخترش زنگ زد پس رامین بیا که بابا رفت. رفتیم اونجا و مراسم خاکسپاری رو که انجام دادم همه خواننده ها بودن همه چیزا، اینقدر من گفتم همه میگن ویگن لژند بود مثلا یک شخص بزرگ که مثلا برای کشور، گفتم ویگن لژند بود به خاطر اینکه تصمیم گرفت مسیح رو به عنوان خداوندش و پادشاه زندگیش و بهترین شهادت رو تو مجلس ختم ویگن. بعد از مجلس دیدم چند تا از خواننده ها اومدن پس رای میشه ما رو هم خاک کنید اگه شد، خواهش میکنم ما هم اگه مردیم ما دوست داریم مسیحی دفن بشیم. ولی قدرت هست حتی در موت مقدسان، ما در تراژدی یا غم نمیمیریم بلکه با قوت میریم پیش مسیح. پس اینجا کلیسا باید بدرخشه، کلیسا خونده شده که مسیح زنده رو آشکار کنه، کلیسا خونده شده حکمت گوناگون خدا رو به تمام قدرت‌های تاریکی بگه ما اینجا هستیم شما رو تشخیص میدیم تمیز میدیم، حکمتی زمینی نداریم بلکه قدرت داریم افراد رو از دهن شیطان بیرون بکشیم و اونا رو آزاد شده به مسیح تقدیم کنیم. آمین. خدا رو شکر. امیدوارم کلیساهای ما هر کدومشون مکانی باشه برای اینکه مردم عیسی مسیح پسر خدای زنده رو ملاقات کنن. یه جا من این پیغامو که دادم یکی اومد گفت کشیش رامین من تا حالا تو عمرم کلیسا نرفتم. گفتم ای دفعه اول اومدین؟ گفت نه این کلیسایی که شما میگید نرفتم، کلیساهای زیاد رفتم که خدمات اجتماعی میکنن ولی عیسی مسیح زنده اونجا نیست. با هم سرپا بایستیم و امروز دعا کنیم که خداوند نه از طریق عقلانی بلکه همونطور که پتروس این مکاشفه رو به واسه روح خدا که عیسی پسر خدای زنده است رو در ایمانمون
برای هر قدمی که برمی‌داریم در جلال دادنش، در سرودهامون، در پرستشمون، در دعا و گرفتن هدایت از او، در شاگردسازی و تجهیز کلیسا، در خدمات نیکویی که می‌کنیم تا همدیگر رو بنا کنیم و بتونیم به پوری قامت مسیح برسیم. آمین. با هم دعا کنیم. خداوند شکرت می‌کنیم برای امروز. خداوند بگذار کلیسای تو که فرمودی که کلیسای خود را بر صخره که خودت هستی بنا کردی و نیروهای تاریکی نمیتونن جلودار او باشن. شکرت میکنیم امروز تک تک ما را مس کن از روح قدوست و خداوند بذار درک ما از این خداوند حقیقت آسمانی که تو سنگ زاویه و اون خداوند منشأ و منبع ایمان ما هستی و تمام خداوند زندگی ما گرد تو میچرخه که تو زنده ای. ما خداوند میدونیم که حیات ما و خداوند زندگی که داریم خداوند به پسر خدا و ایمان به او هست و از آن خودمون نیستیم بلکه برای او زیست میکنیم. شکرت میکنیم. کلیسایت رو برکت بده. کلیسایت رو مس کن تا خداوند دیگران که میان اینجا شاهد قدرت عظیم تو باشن که خداوند بر نیروهای تاریخی، بر ریاست‌های و این جهانداران این دنیا، اون روحی که در ما هست بزرگتر از اون روحی هست که در این دنیا کار میکنه. شکرت میکنم. برکت تو را برای تک تک عزیزانی که با ما هستن اینجا میطلبم، جایی کسایی که میبینن و خداوند دعا میکنم آزادی و اون برکت تو در همین لحظه به وسیله پسر خدای حی در زندگی اونها ایجاد بشه. امروز تو زنده هستی که ما را دستگیری کنی. به نام قدوس مسیح. آمین. بفرمایید.